محمد امیر یکی از فعالان هندو که در تخریب مسجد بابری نقش داشته تصمیم میگیرد با ساختن یک صد مسجد گناه خود را جبران کند وی که سابقا یک رهبر فعالان هندوی سنگا بوده هم اکنون به دین اسلام گرویده و در سرتاسر سر هندوستان مسجد سازی می کند وی هم اکنون تصمیم دارد مسجدی در حافظ بابا نگار واقع در حیدرآباد بنا کند وی پس از پذیرفتن اسلام از شرکت در تخریب مسجد بابری پشیمان شده و تصمیم به ساخت و نوسازی یکصد مسجد گرفت وی همچنین متعهد شد که از مساجد محافظت کند با این حساب وی ساخت 91 مسجد را به پایان رسانده است و بیش از 95 مورد در دست ساخت دارد مسجد 59 نهم وی که در هیدرآباد زیر دست احداث قرار دارد مسجد رحیمی نام دارد محمد امیر گفته که در ششم دسامبر سال گذشته بنای مسجد الرحیمیه را در نزدیکی جاده بالاپور در حافظ بابانگار آغاز کرده است و از آن زمان کار ساخت و ساز ادامه دارد مردم محلی از همکنون زیر سایبان های موقتی این مسجد نماز قامه می کنند و افزود این مسجد در زمینی با شش طبقه به مساحت 3200 متر مربع ساخته شده است که شامل یک مدرسه اسلامی برای مذهبیانی می باشد که به دین اسلام گرویدن وی دلیل تلاشهای خود برای ساختن مساجد را چنین بیان کرد به عنوان کسی که در تخریب مسجد بابری نقش داشتم مردم به من به چشمه قهرمان نگاه می کردن. اما واکنش خانواده هم برایم شوکه کننده بود آنها اقدامات مرا محکوم کردند که در نتیجه سبب احساس گناه در من شد بعدها بیمار شدم و با داشتن مشکلات جسمی با یک روحانی مسلمان مشورت کردم وی به نزد یک عالم اسلامی در اتار پرادش می رود و وضعیت خود را برایش توضیح می دهد او برایش طلب بخشش و آموزش کرد ارزش های اسلامی و آیات قرآنی را برایش توضیح می دهد و این مرد هندو متوجه می شود کاری که انجام داده گناه بوده است محمد امیر در یکم جوان 1993 اسلام را پذیرفت و عهد کرد که یک صد مسجد بسازد محمد امیر کار ساخت نخستین مسجد را در هاریانا آغاز کرد و در سال 1994 آن را مسجد مدینه نامگذاری کرد در سه ماه آینده اون مسجد دیگری در این شهر ساخت و به این کار خود ادامه داد به مساجد را عمدتا در ایالت شمالی و شمال شرقی می ساخت او میگوید که هر کجا مسجدی را بنا کرده به اتفاق خانوادهش به آن منطقه خاص تغییر مکان داده و تعالیم اسلامی را ترویج می دهد.